تومورها میتونن در اشکال و اندازه های مختلف باشن. برای افرادی که با تومور زندگی میکنن، زندگی میتونه یک مبارزه باشه. اما خیلی ها با استقامت از شرایط خودشون حداکثر استفاده رو میکنن. گاهی اوقات این رنج به سختی قابل درکه. به همین دلیل مهمه که بدونیم که یک تومور چه زمانی میتونه زندگی رو تهدید کنه. تشخیص تومور میتونه خبر وحشتناکی باشه، اما همه ی تومورها به یک اندازه ایجاد نمیشن. تومور گروهی از سلولهای غیر طبیعی که توده یا توده هایی رو تشکیل میده. اونها میتونن خوشخیم، هیش بدخیم یا بدخیم باشن. هر تمایز رو با جزئیات بررسی می‌کنیم تا به شما در درک زمانی که ممکنه یک تومور سرطانی بشه کمک کنیم. سرطان به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان در سال 2020 تقریباً جان 10 میلیون نفر رو گرفت. بنابراین تفاوت بین تومور و سرطان چیه و تومورها چطور درمان میشن؟ کشف توده‌ای که در خارج از بدن احساس میشه میتونه ترسناک باشه. تصور اینکه ممکنه سرطان داشته باشید آسون به نظر بیاد، اما نفس عمیق بکش. این احتمال وجود داره که هر توموری که داری خوشخیم باشه. اونها بسیار رایجن. از هر 10 زن، 9 زن در طول زندگی خودشون تغییرات خوشخیم بافت سینه رو نشون میدن. برخلاف تومورهای بدخیم، تومورهای خوشخیم در یک مکان میمونن و گسترش پیدا نمی کنن. معمولاً شکلی منظم و صاف دارن و به راحتی قابل جدا شدن هستن. پس از بیرون آوردن احتمالاً بر نمی گردن. اگرچه تومورهای خوشخیم سرطانی نیستن، در صورت عدم درمان میتونن باعث درد یا سایر عوارض پزشکی بشن. اگه بزرگ بشه و به قسمت‌های اطراف بدن فشار وارد کنه، ممکنه این اتفاق بیفته. به عنوان مثال، یک تومور خوشخیم ریه میتونه نای رو فشرده کنه و تنفس رو سخت‌تر کنه. همچنین به عنوان عاملی پیش از سرطان شناخته میشه. تومورهای پیش بدخیم به تدریج غیر طبیعی تر میشن تا زمانی که به سرطان تبدیل بشن. داشتن تومور پیش بدخیم به این معنی نیست که شما به طور خودکار به سرطان مبتلا میشید، اما مطمئنن شانس شما بسیار بیشتره. ممکنه خود به خود ناپدید بشه، اما اگه درمان نشه قطعاً میتونه به سرطان تبدیل بشه. خبر خوب اینه که درمان معمولاً مشکل رو حل میکنه. تومورهای غیر سرطانی رایج شامل فیبروم ها و کیست ها هستند. 80% از بانوان تا 50 سالگی به فیبروم در رحم خودشون مبتلا میشن و حداقل 30% از بزرگسالان بالای 50 سال از پولیپ در روده بزرگ رنج میبرن. حتی اگه تومور شما سرطانی بشه، شروع درمان در اسرع وقت به مبارزه با اون کمک میکنه. اگه تومور شما به بافت‌های مجاور رشد کنه و سلول‌هایی داشته باشه که جدا بشن، تومور بدخیمه، یعنی سرطانه. سلول‌های جدا شده میتونن از طریق خون یا سیستم لنفاوی حرکت کنن و به سایر قسمت‌های بدن پخش بشن، هر کجا. تشخیص زود هنگام کلید درمان موفقیت آمیز سرطان شماست. تقریبا 85% از همه موارد سرطان کارسینوم هستند که اون رو شایع ترین نوع سرطان میکنه. این تومورها در بافتای اپیتلیال تشکیل میشن که تمام اندامها و حفره های بدن شما رو پوشونده و پوست شما رو تولید میکنن. در سال 2020 میلادی، سرطان ریه عامل اصلی مرگ در میان بیماران سرطانی بود. مواد مضر در دود سیگار میتونه شانس ابتلا به سرطان رو در کنار سایر عوامل افزایش بده. همه چیز از ژنتیک گرفته تا قرار گرفتن در معرض تشعشعات و حتی ویروس ها میتونه خطر ابتلا به سرطان رو افزایش بده. تومورهای مغزی میتونن خوشخیم یا بدخیم باشن.
در کودکان اغلب در نزدیکی مخچه تشکیل میشه. اینها به عنوان تومورهای اولیه شناخته میشن. در بزرگسالان به احتمال زیاد از قسمت دیگه ای از بدن شروع شده و سپس به مغز گسترش پیدا میکنه. ممکن از حالت تهوع بیدلیل، گیجی و تغییر در دفعات سردرد رنج ببرید. با پیشرفت تومور ممکنه به تدریج حس در بازوها و پاهای خودتون رو از دست بدید. همچنین ممکنه در بینایی یا صحبت کردن مشکل داشته باشین. حدود 700 هزار آمریکایی با تومورهای اولیه مغزی زندگی می‌کنند. از این تعداد حدود 71% خوشخیم هستند. تخمین زده میشه که تقریباً 89 هزار آمریکایی در سال 2022 به تومور اولیه مغزی مبتلا شدند. میانگین سنی برای تشخیص اولیه تومور مغزی 61 سالگی است. اما شما 3/4 شانس زنده موندن دارید. حالا درمانی که دریافت میکنید به نوع سرطان، شدت سرطان و سلامت فعلی شما بستگی داره. این میتونه شامل شیمی درمانی، پرتو درمانی یا درمان هورمونی برای کاهش اندازه تومور باشه. همچنین جراحی ممکنه امکانی برای برداشتن تومور باشه. با پیشرفت‌های جدید در تحقیقات سرطان، علم پزشکی به نجات جان میلیون‌ها نفر در سراسر جهان کمک کرده و شاید روزی درمان قطعی رو پیدا کنیم. اما این برای یک قسمت دیگه است. حالا که از تومورهای سرطانی جون سالم به در بردید، اگه کرم در مغز شما وجود داشته باشه چه اتفاقی میفته؟ به این فکر کنید که در شرایط دشوار چطور میشه زنده موند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال لنز پلاس رو دنبال کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.